در ترکیه در حساب بانکی پول دارم، آیا بهش مالیات تعلق میگیره؟ این سوالیه که خیلی از شماها در دایرکت و در واتساپ مدام از مؤسسه گلوبال کادرو سوال میکنید، به حقم هست. کشوری هست که باش آشنا نیستید، فکر میکنید اگر پولی رو در بانک برای خودتون نگهداری بکنید به اون مالیات تعلق میگیره. گلوبال کادرو در این حواشی و در این صحبت‌هایی که راجع به مالیات در ترکیه بیان میشه درگیر جوهایی که از منابع غیر کارشناسی میشه نشوید. در ترکیه همونطور که در ویدیوی قبلی از یک سلسله ویدیوهایی که داریم برای مالیات‌ها در ترکیه ضبط می‌کنیم خدمتتون گفتم، مالیات صرفاً بر درآمد شما در ترکیه تعلق می‌گیره و این ویدیو در مورد حساب بانکی هست. حساب بانکی شما تا زمانی که پول در حسابتون نگهداری بکنید، این پول میلیون‌ها دلار، میلیون‌ها لیر حتی اگر باشد، مالیاتی بر اون تعلق نمی‌گیره. می‌تونه تا زمانی که دلتون می‌خواد تو حسابتون پولتون رو نگهداری بکنید بدون اینکه یک لیر مالیات به دولت پرداخت بکنید. در صورتی این پول شما مشمول مالیات خواهد شد که از این پول درآمدی رو حاصل کنید. گفتیم مالیات بر درآمد است در ترکیه. بنابراین اگر سودی رو ناشی از سپرده گذاری در بانک شما در حسابتون در واقع به هایز خودتون بکنید و سودی رو دریافت بکنید، این سود مشمول مالیات بر درآمد میشه که بانک اون رو محاسبه میکنه و از سودتون کم میکنه و مالیات در رفته بهتون سودتون رو پرداخت میکنه. بنابراین این سودی هم که شما دریافت میکنید هم مالیاتش قبلا محاسبه شده. از نگهداری پول در حساباتون در ترکیه نگران مالیاتهاش نباشید. سود و سپرده های بانکی مشمول مالیات هست فقط و اون هم هنگام برداشت سودتون محاسبه میشه. در گذشته برای نگهداری حساب ها در ترکیه قبلا مالیات یا در واقع هزینه نگهداری حساب دریافت میشد، مثل خیلی از کشورها که الان هم بابت نگهداری حساب ها در واقع اجرتی رو بانک ها دریافت میکنن، ولی در ترکیه در حال حاضر ما بابت نگهداری حساب از طرف بانک ها هزینه ای رو نمیبینیم که به مشتری تحمیل کرده باشن. گلوبال کادرو